پیدا کردن ردپای زنان در تاریخ کهن ایران به نظر کاری سخت و دشوار می آید. اما ارزش این دشواری به لذت یافتن و قبار روبیدن از چهره زنانی است که در تاریخ این سرزمین نقش مهمی بازی کردند. یکی از این زنان تاثیرگذار که در تثبیت و گسترش دین بهی یا زرتشتی که آیین باستانی ایرانیان بود نقش مهمی را بازی کرد، پروچیستا کوچکترین دختر پیامبر باستان زرتشت بود. زرتشت 3 پسر و 3 دختر داشت. 2 تن از پسران او به مقام روحانیت رسیدند. از 3 دختر او فقط نام کوچکترین دخترش پروچیسا که نقش پررنگی در ترویج آیین پدر داشت در تاریخ آمده. نام و نام خانوادگی او به طور کامل پروچیستا اسپنتمان هیشتاسپان بود. پروچیستا در لغت به معنای پربینش، پردانش، بسیار متفکر و زنی که اندیشمند است. او از نخستین گروندگان، شاگردان و یاران زرتشت بود که به آیین بهی ایمان آورد و به نام اهورامزدا قسم خورد تا جز پندار نیک، گفتار نیک و رفتار نیک راهی بر نگزیند. او با آنکه کوچکترین دختر زرتشت بود، اما از همه بیشتر به پدر نزدیک بود و همیشه همراه او و از مبلغان اصلی دین پدر بود. پروچیستا با جاماس به حکیم ازدواج کرد. جاماس از مردم آذربایجان از نزدیکان به دربار هخامنشی وزیر و صدر اعظم شاه گشتاس بود. بر اساس روایات زرتشتی، جاماس حکیمی دانشمند و از نخستین فیلسوفان ایرانی و شاگرد لقمان حکیم بود. او موبد موبدان بود و در علم نجوم و ستاره شناسی مهارت و شهرت داشت و از دانش پیشبینی و پیشگویی برخوردار بود. جاماس مانند رهبری مذهبی، راهنما و الهام بخش شاه گشتاس بود. هنگامی که زرتشت برای دعوت شاه گشتاس بدین به حضور او رفته بود، دختر کوچکش پروچیستا که از مبلغان آیین پدر به شمار می رفت همراه او بود. در آن مجلس وزیر و صدر اعظم دانای گشتاسپ جاماسپ نیز حضور داشت. جاماسپ حکیم و جوان در آن مجلس تحت تأثیر سخنان و فرهیختگی پروچیستا قرار گرفت. او در همان مجلس پروچیستا را از پدرش خواستگاری کرد. زرتشت رو به دخترش کرده و گفت: ای پروچیستای اسپنتمان، جوانترین دختر زرتشت، اهورامزدا آن کس را که به اندیشه نیک و به پاکی و راستی پایبند است به همسری تو می‌دهد. پس با خرد خود همه پرسی کن و با پارسایی و دانش نیک رفتار کن و پس از موافقت به اجرای مراسم مقدس ازدواج بپرداز. جاماس به حکیم بعد از شنیدن صحبت‌های زرتشت به او گفت: با راستی و درستی پروچیستای جوان را آنسان به راه حقیقی زندگی در پرتو آیین تعلیم دهم که نسبت به پدر، شوهر و دیگران خدمتگزار باشد و خداوند بهترین پاداش‌ها را به او بدهد. در آن مجلس گشتاس به دین زرتشت گروید. جاماس نیز همین کار را کرد. مدتی بعد پروچیستا به توصیه پدر و با اندیشیدن موافقت خود را برای این ازدواج اعلام کرد. بر طبق اوستا زرتشت در مجلس عروسی دخترش به سخن آمد و برای حاضران به ویژه دختران و پسران جوان خطابه ای خواند. او گفت: ای دختران و پسران جوان که در آستانه زندگی زناشویی قرار گرفته اید، اینک آگاهتان می سازم. پندم را به خاطر نقش کنید و از یاد نبرید. با کوشش و همت از راه راستی رهسپار باشید. هر یک از شما باید در پندار، گفتار و کردار نیک از دیگری پیشی بجوید.
پندتان می دهم تا رونده این راه باشید و از این راه زندگانی خود را خوش و خرم سازید. داستان ازدواج خردمندانه جاماس و حکیم با پروچیستا در اوستا آمده و یکی از مهمترین آیات کتاب زرتشت در باب پاکدامنی پروچیستا و شرح ازدواج اوست. این داستان از جنبه‌های گوناگون دارای اهمیت و ارزش زیادی است. شرح عروسی پروچیستا بیانگر حقوق والای یک زن در دین زرتشت است. این داستان بیانگر این است که مقام زن در زمان زرتشت و حتی پیش از او در جوامع ایرانی محترم و با ارزش بوده. پدر برای دخترش شوهری انتخاب کرده که در منش و کنش بی‌نظیر است. اما با این حال به هیچ وجه تمایل ندارد تا دخترش بدون اندیشه و تفکر نظر او را بپذیرد. این یک حقیقت مسلم را آشکار می سازد و آن این است که دختر در آیین زرتشت در انتخاب همسر آزاد است و عقیده پدر بر او تحمیل نمی شود. ایرانیان باستان و زرتشتیان خرد را مقدس و حق انتخاب را از نعمتهای خدا به انسان می دانستند و بنابراین دختران خود را به صورت تحمیلی وادار به ازدواج نمی کردند. اراده زنان و دوشیزگان چه تا آن هنگام که در خانه پدری بودند و چه هنگامی که ازدواج کرده و به خانه شوهر می رفتند استقلال داشت. آنها قادر بودند تا از روی خرد و درک واقعیت و حقانیت خود را به اثبات برسانند. زرتشت می گوید ما می ستاییم زنان این سرزمین را که هستی ما از آنهاست. ای اهورامزدا، زنانی که از آن تو هستند از آیین راستی و درستی بهره دارند. زنان در آیین‌های آریایی به ویژه آیین زرتشت از جایگاه مهمی برخوردار بودند. ایزد بانوها در کنار ایزدان قرار داشتند. آناهیتا بانوی آبها و امشاسپن سپندارمزد نگهبان مادر زمین و بارور کننده زنان در برابر ایزدانی چون بهمن و تیر قرار داشتند. زنان در ایران باستان در مقایسه با زنان سایر ملل از احترام زیاد و جایگاه بالایی برخوردار بودند. بعضی از آنها سمت‌هایی نظیر قضاوت در ایران باستان داشتند. آنها حتی در ورزش‌هایی مانند اسب‌دوانی، چوگان و تیراندازی با کمان و غیره شرکت می‌کردند. این در حالی بود که در دیگر کشورهای باستان زنان به عنوان برده‌های بچه دار دیده می شدند. آشوری‌هایی که همیشه در جنگ بودند. برای جنگیدن در این جنگ‌ها به مردان نیاز داشتند و از زنان انتظار داشتند که تا حد امکان برای ارتش سرباز تولید کنند. دختران پس از دریافت پول به ازدواج پذیرفته می شدند. شوهر می توانست همسرش را در آشور بفروشد و در سنین پیری او را از خانه ای که تمام عمرش را در آن گذرانده بود بیرون کند. در میان چینی ها اعتقاد بر این بود که پسران توسط خدا آفریده شده اند، در حالی که دختران توسط شیطان. دختر بچه ها را به عنوان برده می فروختند و اگر خریدار نبود در رودخانه غرق می کردند. در هند پس از مرگ شوهر زن را زنده زنده در همان آتشی که شوهرش را سوزانده بودند می سوزاندند. در عربستان دختران را زنده به گور می کردند و مردها زنهای خود را در قمار می بخشیدند. در روم زنان به عنوان مشکل ساز به چشم می آمدند و فقط برای ایجاد سربازان بیشتر و برای رفع نیازهای دائمی جنگ‌ها استفاده می‌شدند. یک رومی می‌توانست همانطور که برده‌هایش را می‌فروشد، زنانش را نیز بفروشد. در یونان با زنان مانند کالا رفتار می‌شد. اما در ایران می‌بینیم که زنان حاکم بودند و در دوره‌های مختلف تاریخ بر ایران حکومت کردند. پوراندخت و آزرمیدخت نمونه هایی از ملکه های متوالی هستند که بر ایران حکومت کردند. پس از حمله اعراب، ایران قدرت خود را
و زنها همه حقوق فردی و اجتماعی خود را از دست دادند. دین زرتشت به تفکر مردم باستان از جمله یونانی ها، رومی ها و کسانی که کتاب های مقدس غربی را نوشته اند کمک زیادی کرده. بسیاری از مورخان بر این باورند که زرتشتیان به مردمان باستانی تجسم خیر و شر و درک درست از خوبی و بدی را بخشیدند. زرتشت و بعد از او دخترش پروچیستا قوم خود را تربیت کردند و تعلیم دادند. آنان را از ظلمات گمراهی بیرون آورده و به شناخت حق و باطل رساندند و پیروانشان را قادر ساختند تا تمدنی بسازند که در نهایت به نفع همه بشریت باشد. تأثیر آموزه‌ها و تفکرات زرتشت را حتی بعد از گذشت 3000 سال در این روزگار در کشورهای مختلف می‌بینیم. پروچیستا و جاماز صاحب دو پسر به نام‌های گرامی و هنگوروش شدند و پس از مرگ زرتشت آنها به تبیین و ترویج دین زرتشت پرداختند. زندگی نامه پروچیستا، دختر زرتشت، بانوی فرهیخته و همسر جاماس به حکیم در ردیف بزرگان بلخ در سنگ نگاره های دیوار فرهیختگان شهر مزار شریف درج شده. نام پروچیستا به عنوان یکی از زنان تأثیرگذار زرتشتی در ایران باستان باقی مانده است.